بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد، هزاران برند بزرگ دنیا در اعتراض اقدام به تحریم روسیه کردند. خب مردم چطور در مسکو هنوز بیگ مک می‌خرند و در سن پترزبورگ آیفون؟ اینجا سه روشی که روسیه هنوز به کالاهای غربی دسترسی داره رو بهتون میگم. بعضی شرکت‌های غربی همشون با هم اونجا رو ترک کردن و بعضی هم واگذار شدن. مثلا مکدونالد حق امتیاز بیش از 800 رستورانش رو فروخته و اسم جدیدی پیدا کرده، اما با یک منوی بسیار مشابه قبل. برگر بزرگش خیلی شبیه کوارتر برگر مکدونالده. مالک جدید قبلا در سیبری رستوران‌های مکدونالد رو اداره می‌کرده، اما تحقیقات بخش روسی بی بی سی دریافته که اون احتمالاً توسط سرمایه‌دارانی داره حمایت میشه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. سایر شرکت‌های تقلیدکننده روسی به سرعت جای خالی شرکت‌های غربی رو پر کردند. کرانچی دریمز مثلا جای کریسپی کریم و دابریکولا جای خالی کوکاکولا رو پر کردند. این روند به شرکت‌های روسی هم محدود نمونده، بلکه شرکت‌های بین‌المللی هم علاقه‌شون رو نشون دادن. وقتی زارا رفت، ماق برند مد لبنانی وارد شد و با خروج آیکیا، سوئد هاوس که یک برند بلاروسیه با محصولات مشابهی وارد بازار روسیه شد. برندهای ترکیه‌ای هم رشد فزاینده‌ای رو از شروع جنگ داشتن. در این حال دولت روسیه فرصت رو غنیمت شمرد تا قوانین سختگیرانه‌ای برای خروج شرکت‌های خارجی وضع کنه. این معنیش این بود که اونها مجبور بودن دارایی‌ها رو با قیمت‌های پایین‌تر بفروشن و از خیر میلیاردها دلار به عنوان مالیات خروج بگذرند. این شرایطی رو فراهم کرد که بسیاری از این سرمایه‌های خارجی در نهایت به دست افرادی که به پوتین نزدیک هستند بیفته. استارباکس رو یک رپر روسی به نام تیماتی خرید و این 130 شعبه کافی شاپ رو به استارز کافی تغییر نام داد. تیماتی از حامیان سرسخت رئیس جمهور روسیه است. او حتی یک آهنگ موفق به نام بهترین دوست من ولادیمیر پوتین داشته. اما برخی از گزارش‌ها حاکی از اونه که تیماتی طرف سوری معامله بوده و به نیابت از ارسن کانوکوف این کار رو انجام داده که نماینده مجلس فدرال روسیه است که تحریم شده. بسیاری از اولیگارش‌های روسیه سرمایه‌های زیادی رو به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از دست دادن و البته فراهم کردن شرایطی که اونها بتونن دوباره بخشی از این ضررها رو جبران کنن راهی بود که پوتین میتونست اونها رو خوشحال و وفادار نگه داره. برخی از شرکت‌ها به سرعت از روسیه خارج شدن، اما بعضی هم کنترل دارایی‌هاشون رو از دست دادن. شرکت آبجو دانمارکی کارلزبرگ خریدار پیدا کرد، اما دولت روسیه کنترل سهام اون شرکت در آبجوسازی محلی بالتیکا رو در دست گرفت. از طرف دیگه مالکان سیتروئن تمام تولیدات خودشون رو در سال 2022 در روسیه متوقف کردند. اما کارخانه های روسی پس از اون شروع به مونتاژ نسخه های جدید مدل های سیتروئن کردن با واردات کیت های خودروی ساخت چین. شرکت استلانتیس مالک سیتروئن به طور قانونی هنوز مالک اموال و دارایی هاش در روسیه است، اما میگه هیچ کنترلی بر فرایند تولید نداره. وقتی که جنگ شروع شد، اپل به سرعت تمام صادرات رسمیش رو به حالت تعلیق درآورد، اما روس‌ها هنوز میتونن آیفون جدید یا مکبوک بخرن. خرده فروشان محصولات اپل رو از طریق روشی به نام واردات موازی تهیه کرده و میفروشن. این زمانیه که محصولات بدون اجازه رسمی از شرکت اصلی از کشور دیگه وارد میشه. دولت روسیه در سال 2022 واردات موازی رو برای مبارزه با انزوا توسط غرب قانونی کرد. خرده فروشان روسی از اون موقع شبکه‌ای از زنجیره‌های تأمین جایگزین رو برای انتقال کالاهای غربی از طریق جمهوری‌های شوروی سابق و سایر کشورها مثل امارات و چین ایجاد کردند. همه اینها باعث شده مغازه‌ها و کارخانه‌ها به فعالیتشون ادامه بدن و باعث عادی جلوه دادن اوضاع بشن. دولت روسیه در بیانیه‌ای به بی بی سی گفت که این کشور متعهد به همکاری با شرکت‌های خارجی که در روسیه باقی موندند هستند و تأکید می‌کنه که روابط تجاری هرگز سیاسی نمی‌شه. روسیه غرب رو به دلیل وادار کردن برخی از کسب و کارها به خروج سرزنش می‌کنه و میگه واکنش این کشور به تحریم‌ها با دقت تدوین شده و تمرکزش بر ایجاد روابط تجاری سودمند متقابل بوده. اما آینده ممکنه زیاد خوب نباشه. اقتصاد روسیه در حال از دست دادن میلیاردها دلار سرمایه است و اتکاش بیشتر به هزینه‌های نظامی، دولت و کشورهای همسایه است. بنابراین در حالی که از بیرون اوضاع عادی به نظر میرسه، سوال اینه که این وضع چقدر دوام خواهد داشت؟